سلام چهارشنبه 25 شهریور 94 16 سپتامبر 2015 میلادی در مورد پنج موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه مراسم به خاک سپاری شاهرخ زمانی زندانی سیاسی فعال کارگری که در زندان ظاهرا به دلیل سکته مغزی فوت کرده دیروز در تبریز برگزار شد در گورستان وادی رحمت در کنار مادر شاهرخ به خاک سپرده شد جمعی از مردم و فعالان کارگری حضور داشتند نیروهای امنیتی هم حضور سنگینی داشتند اما خوشبختانه درگیری پیش نیامد به گفته یه دختر شاهرخ از جسد او نمونه برداری شده و پزشک قانونی قول داده که بین یک تا دو ماه نتیجه کالبوچ کافی رو اعلام بکنه گرچه متاسفانه قبلا در موارد دیگری گزارش های پزشکی قانونی دستکاری شده و حتی در پرونده تغییر هم داده شده مجید فراهانی دبیر کل حزب ندای ایرانیان از سوی اطلاعات سپاه احزار شد و داوود روشنی عضو شورای مرکزی این حزب هم با شکایت قرارگاه سارالله سپاه به دادگاه روانه شد موضوع دوم اینکه آقای نهاوندیان رئیس نهاد ریاست جمهوری رئیس دفتر آقای روحانی اعلام کرده که 100 میلیارد دلار هزینه اضافه یعنی به طور متوسط 15 درصد در تمام مبادلات تجاری ایران به دلیل تحریم ها بر کشور تحمیل شده این عدد تقریبا به گفته ایشون سالی 15 میلیارد دلار یا روزی 130 میلیون دلار بوده در طول تحریم ها و البته این ما به تفاوت که برای دور زدن تحریم ها استفاده شده بخش زیادیش نصیب شرکت های واسطه ای شده که خیلی از اونها رو سرش در بیت رهبری سپاه و جریانات مختلف سیاسی کشور آقای نعمت زاده هم عنوان کرده در یک صحبتی وزیر صنعت معدن و تجارت که نرخ بیکاری در بین زنان سه برابر مردانه دست کم سی درصد این نرخ در بین دختران تحصیل کرده در واقع پنجاه درصد از هر دو و تحصیل دختر دانشگاهی یکی بیکاره و پیشنهاداتی را آقای نعمت زاده ارائه کرده در منطقه پاک دشت شست واحد آجر فشاری تا کنون متوقف شدن تعطیل شدن و تنها ده واحد باقی مانده رکود کشور بخش ساختمان رو هم در بر گرفته و مساله ساختمانی از فولاد سیمان آجر کاشی و سایر مشتقات یکی بعد از دیگری دچار رکود و تعطیلی میشن آقای روحانی در صحبتی که در جمع فرماندهان سپاه داشته به درستی مطرح کرده که یک سازمان نمیتونه ادعا داشته باشه که انقلاب رو مسئول که حفظ بکنه گفته سایر دستگاه های مملکت مثل مجلس شورای امنیت ملی ارتش و غیرو هم هستند و بعد هم ایشون گفته که امریکا و سهیونیست ها و اینها که گفته میشه دشمن فقط نیستند ریزگرد ها بیکاری اعتیاد طلاق کم آبی هم دشمن جامعه هستند و دشمن مردم هستند. اشاره ایشون در واقع به ده مشکل ریز و درشتی است که کشور داره و عملا سپاه گاهی در رفع اونها نه فقط سنگ اندازی میکنه بلکه در پاره موارد مثل مواد مخدر و اعتیاد دست داره محمد شریعت مداری معاون آقای روحانی هم عنوان کرده که هفتاد هزار پروژه نیمه تمام از زمان احمدی نژاد پروژه های عمرانی که دولت شروع کرده باقی مونده که دولت توان اجرای اونها و به اتمام رسوندن اونها رو هم نداره ضمن اینکه دولت امکان پرداخت بدهی به پیمانکاران طرف قراردادش رو هم نداره بسیاری از این پروژه ها رو دوره احمدی نژاد با قول ها و سفرهای استانی که مورد علاقه آقای خامنه ای هم بود بی حساب کلنگ به زمین زدن پیش پرداخت های رو شرکت های پیمانکاری وابسته به سپاه و بیت و غیر و غیر و دریافت کردن اما عملا پروژه ها خوابیده دولت هم پولی برای ادامه اونها نداشته و نداره موضوع سوم این که دیشب در سنای امریکا برای بار دوم توافق هسته‌ای وین در دستور قرار گرفت از سوی آقای میچ مکانل رئیس جمهوری خواهی مجلس سنا و باز هم 42 سناتور دموکرات رأی به عدم به کفایت مذاکرات ندادند و اساسا اجازه چون 60 نفر نصاب لازم رو نیاورد اساسا اجازه طرح اون در مجلس سنا به این ترتیب داده نشد و اگر تا پنجشنبه فردا همین وضع ادامه پیدا کنه مهلت 17 سپتامبر تموم میشه و اتوماتیک دولت اوباما در واقع میتونه این توافق رو اجرا بکنه دیلی بیست گزارش مفصلی داده از لابی ایران در واشنگتن و گروه موسوم به نایاک شورای روابط ایرانی آمریکایی واشنگتن و خانواده نمازی که به گفته گزارش دیلی بیست پشت پرده لابی ایران قرار دارد این خانواده که پدر و دو پسر و داماد و غیره آقای خاجه پور و دو پسر آقای محمد باقر نمازی رو اسم برده دیلی بیست در پول فراوانی رو در ارتباط با رژیم ایران و پروژه های مختلف به دست میارن دستشون در اون طرف بازه با خانواده رفسنجانی ارتباط داشتن بعدا در دوره احمدی نژاد با مسئولین جدید و عملا پرداخت پول به نایاک و فعالیت های لابیگری رو به عهده دارن قاعدتاً این گزارش که دیروز منتشر شده در محافر مختلف ایرانی و امریکایی مطرح خواهد شد و قاعدتا نایاک و دستندرکارانش باید بتونن پاسخ بدن همینطور خانواده نمازی به مطالبی که در این گزارش از ارتباط اونها با رژیم ایران ذکر شده آقای عراقچی هم در صحبتی عنوان کرده که ما به رهبری گفتیم امریکایی ها منظور دولت امریکا می میگن که نمیتوانند تحریم هایی رو که کنگره گذاشته برداریم ایشوان هم پذیرفت و اصراری نداره که این تحریم ها برداشته بشه آقای عراقچی گفته ما به رهبری پیشنهاد کردیم اگر بخواید این تحریم ها هم برداشته شه باید با امریکایی ها جداگانه بنشینیم و مذاکره کنیم آقای دکتر ولایتی هم به جمع کسانی پیوست که جواب آقای جلیلی رو دادن و گفته اگر مسائل در آلمان تا حل می شد دیگه احتیاج نداشت انقدر کش پیدا کنه و ادامه پیدا بکنه اما صدا و سیما هم که جلسه کمیسیون رسیدگی به برجام رو پخش می کرد پخش اون رو متوقف و تعطیل کرد برای اینکه ظاهرا محرم مردم تازه متوجه میشن چه در این قرارداد هست و از دید حضرات لابد نامحرم روزنامه از سفیر هم خبر داده از اینکه قاسم سلیمانی برای دومین بار به مسکو سفر کرده برای هماهنگی در مورد سوریه که بیشتر معطوف است به حفظ لازقیه و پایگاه هوایی و تجهیزاتی که روسیه در اونجا داره دائر برای ایران هم باید مزیتش این باشه که بتونه خط ارتباطی با لبنان رو باز نگه داره و حزب الله لبنان رو به این ترتیب تغذیه کنه موضوع چهارم اینکه سایت دفتر آقای خامنه ای دیروز گزارش داد که چند روز قبل ایشون جلسه ای با سران سه قوه آقای روحانی و دو برادر لاریجانی داشته و در اون از خطرات فضای مجازی صحبت کرده برای جوانان و خلاصه دنبال به گزارش دفتر رهبری دنبال بستن فضای مجازی هستند از اون کارهایی که آخرش هم میلیون ها و میلیاردها دلار خرج می کنند و با تکنولوژی جدید و دانش جدید نخواهند توانست که مقابله بکنن مثل ماجرای ماهواره یا قبلترش ویدئو یا قبلترش روحانیون با تلویزیون مخالف بودن با رادیو مخالف بودن حتی اون اوایل با تلگراف مخالفت کردند و نهایتا هم جلوی تکنولوژی های جدید چاره جز تسلیم نداشتن اما دادسرای جرائم رایانه‌ای خط و نشون کشیده برای شوی لباس و گفته که اونهایی که خبر اونها رو در اینترنت میذارن با عکس و تفصیلات هم با اونها برخورد خواهیم کرد اما موضوع آخرین که آقای محمدی گلپایگانی رئیس دفتر آقای خامنه ای خواسته از فساد در زمان شاه صحبت بکنه و به جوانها گفته خیلی اوضاع بد بود برای اینکه در دوره پهلوی فساد به مراتب بیشتر بود جشن 2500 ساله شاهنشاهی گرفتند یک عده مفتخور را آوردند و به اونها غذا دادند شون به دعوت سران کشورهای مختلفی است که در اون جشن ها به ایران اومدن هزینه هایی داشت ولی این اصطلاح مفتخور جالبه ایشون در مورد سران کشورهای مختلف به کار برده سید حسن نقوی نماینده ورامین در مجلس شورای اسلامی هم فرمودند که هر حوزه علمیه یک سایت هسته است دشمن از حوزه علمیه به دلیل تکثیر و ترویج اسلام بیشتر از سایت هستهی میترسند که سب سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی